60 سال پیش این مرد ریچارد نیکسون جمهوری خواه که با جان کندی دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا رقابت می‌کرد در انتخابات شکست خورد. ریچارد نیکسون پیش از آن معاون رئیس جمهوری بود و با محمد رضا شاه پهلوی آشنا. شاه بسیار ترجیح میداد که نیکسون ببره و نه کندی. شاه هیچ وقت با کندی راحت نبود. شاه خیلی با ریچارد نیکسون راحت بود و رفیق بود از زمان کودتای 28 مرداد که اون موقع نیکسون معاون رئیس جمهور آیزنهاور بود. از اون موقع خب شاه و نیکسون یه رفاقتی شروع کردن با هم. 8 سال پس از آن در انتخابات سال 1968 نیکسون بالاخره به کاخ سفید راه پیدا کرد و ایران به مهمترین متحد منطقه آمریکا تبدیل شد. بعدها در جریان تحقیقات موسوم به واترگیت، صحبت‌هایی درباره دخالت ایران در انتخابات آمریکا به نفع ریچارد نیکسون مطرح شد. در 1974 بود که وقتی مسئله واترگیت معروف شد در آمریکا و یکی از کارمندای وزارت عدالت جاستیس دپارتمنت آمریکا شهادت داد در سنا که پولای خیلی زیادی شاه داده بود به کمپین نیکسون هم در 1960 هم در 1972. گزارش هایی هم در این باره چاپ شد ولی هیچ وقت چنین مداخله ای اثبات نشد. تا قبل از آن سالها حرف و حدیثی درباره مداخله ایران در انتخابات آمریکا وجود نداشت، ولی این به معنی بی‌علاقگی حاکمان ایران به انتخابات آمریکا و روند سیاسی در این کشور نبود. نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه یک مقام ایرانی نظاره‌گر انتخابات آمریکا بود. حسین قلی خان صدر السلطنه نخستین وزیر مختار ایران در واشنگتن که در تاریخ به حاجی واشنگتن معروف شده، در انتخابات سال 1888 شاهد انتقال قدرت از گروور کلیولند رئیس جمهوری دموکرات به بنجامین هریسون رقیب جمهوری خواهش بود. حسین قلی خان واقعا خیلی علاقه‌مند بود به سیستم سیاست آمریکا و حتی تعریف میکرد از دموکراسی آمریکا و حتی مثلا یکی از اولین گزارشش گفت با تعجب گزارش داد که حتی این آقای کلیولند که رئیس جمهور است که اینقدر قدرتمنده در آمریکا، معلوم چند ماه دیگه انتخابات داره، معلوم نیست اصلا چند ماه دیگه این رئیس جمهور باشه یا نه. از زمان حاجی واشنگتن تا به امروز نقش ایران در انتخابات آمریکا هیچ وقت به اندازه انتخابات سال 1980 مهم نبوده. سالی که رونالد ریگان جیمی کارتر دموکرات را از کاخ سفید بیرون راند. این انتخابات درست در نخستین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران برگزار شد. دیپلمات‌های آمریکایی همچنان در ایران گرفتار بودند و مردم آمریکا ناراضی از مدیریت این بحران. تلویزیون آمریکا هر شب نشون میداد روز اول، روز دوم، روز صدم، روز 150، روز 365 اتفاقا افتاد روز انتخابات. خب این برای کارتر واقعا یه سناریویی بود که خیلی خیلی منفی بود برای انتخاباتش و نتیجه‌اش هم خیلی واضح بود. رونالد ریگان در سال 1980 با اختلاف فاحشی از جیمی کارتر به پیروزی رسید. 52 دیپلمات آمریکایی در نهایت پس از 444 روز و همزمان با تحریف رونالد ریگان آزاد شدند. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن.